today. I hope you're great. I'm Negar, your English teacher, and I'm so excited to be here. Today, I want to start the sixth session of the Racket course, Learning English in 50 Days. Are you ready? Do not go anywhere. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جلسات 1 تا 5 رو با موفقیت هرچه تمام‌تر پشت سر گذاشته باشید. امروز می‌خوایم سراغ جلسه 6 از پکیج آموزشی رسا بریم. آموزش زبان با سریال در 5 را. امروز می‌خوایم موضوعات مختلفی مثل نحوه دعوت کردن افراد به قرار ناهار، شام و یا ملاقات کاری، کاربردهای مختلف کلمه نو، صحبت کردن در مورد ایده ها و از این قبیل مسائل بپردازیم. اگر که به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتها با من همراه باشید. اولین موضوعی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم صحبت کردن در مورد ایده‌های خودمون یا دیگرانه. تصور کنید که شخصی یک ایده بسیار جالب به شما میده و شما می‌خواید به خاطر ایده جالبش ازش تشکر کنید. یا اینکه از ایده‌ای که شخصی بهتون داده شگفت‌زده میشید. یا می‌خواید نظرتون رو در قالب یک ایده به شخصی بیان کنید. That's a great idea. این جمله زمانی استفاده میشه که برفرض شما از ایده‌ای که شخصی بهتون ارائه داده شگفت زده شدید و بسیار از اون خوشتون اومده. پس میتونید بگید That's a great idea. در این موقعیت از ایده‌ای که امیلی ارائه داده بسیار استقبال شده و با این جمله بهش پاسخ داده میشه. I have a better idea for you. اینجا کمیل داره با امیلی صحبت میکنه و ازش میپرسه که روز چهارشنبه چه برنامه هایی داری و قراره که چه کارهایی انجام بدی. وقتی امیلی برنامهشو برای دوستش تعریف میکنه، کمیل بهش میگه که من یک پیشنهاد خیلی بهتر برات دارم. I have a better idea for you. پس شما هم اگر توی این موقعیت بودید و خواستید یک پیشنهاد بهتر نسبت به گفته های یک شخص بهش بدید، میتونید بگید I have a better idea for you. It's an interesting idea. یکی دیگه از راه‌هایی که میتونیم از ایده‌ای که شخصی به ما ارائه داده استقبال کنیم اینه که این جمله رو بگیم. It's an interesting idea. به نظر من ایده جذابه. در این موقعیت باز هم امیلی یک پیشنهاد میده و آنتوان با توجه به فکری که در مورد اون ایدهش میکنه بهش میگه It's an interesting idea. چون فکر میکنه که این ایده خوبیه و میتونه تجارت خیلی خوبی رو با راندی زیمر براشون رقم بزنه. Thanks for this wonderful idea. یکی دیگه از راه‌هایی که میتونیم از ایده‌ای که شخصی به ما داده تعریف بکنیم و استقبال بکنیم اینه که کلمه wonderful رو بهش اضافه بکنیم. مثلا در اینجا آنتوان به خاطر ایده‌ای که امیلی در جلسه داده ازش تشکر میکنه و بعد از جلسه بهش میگه Thanks for this wonderful idea. خب بچه‌ها، در این قسمت از سریال شاهد یک قرار کاری هستیم که بین شرکتی که امیلی در اون مشغول به کار هست با رندی زیمر اتفاق میفته و بنابراین تو این قسمت پارت‌های مختلفی داریم که میتونیم از اون برای دعوت کردن اشخاص به یک مکان به صرف ناهار یک قرار کاری استفاده بکنیم. به این جملات توجه کنید. Luke and I would like to take you to lunch. Now. Luke and I'd like to take you to lunch. Look and I'd like to take you to lunch. اینجا دو تا از همکارای امیلی تصمیم میگیرن که اون رو برای ناهار دعوت بکنن تا مطالبی رو در مورد رئیسشون سیلوی بهش بگن. بنابراین با این جمله ازش دعوت میکنن تا ناهار رو با هم دیگه صرف کنن. Look and I'd like to take you to lunch. شما هم میتونید در موقعیت مشابه از این جمله برای دعوت کردن شخصی به صرف ناهار استفاده کنید. مثلا I'd like to take you to lunch. I'd like to take you to dinner. Why don't we all get dinner tonight and keep talking? Why don't we all get dinner tonight and keep talking? Why don't we all get dinner tonight and keep talking? اینجا امیلی در حال صحبت کردن با شریک کاریش رندی زیمر هست به همراه همکاراش که تصمیم میگیره این صحبت و مذاکره رو باز هم ادامه بده تا بتونه یک قرار بهتر رو با همکارش تنظیم بکنه. بنابراین همه رو به قرار شام دعوت میکنه و ازشون میخواد که با هم دیگه شام بخورن تا بتونن بیشتر با هم صحبت کنن. ما هم میتونیم از این جمله در موقعیت مشابه استفاده بکنیم. فرض کنید که دارید با شخصی صحبت میکنید و میخواید باز همین گفتگو رو ادامه بدید. بنابراین میتونید اون رو به ناهار، شام و یا عصرانه دعوت کنید. Why don't we all get dinner tonight and keep talking? Why don't we all get dinner tonight and keep talking?
We're going for drinks. You can join us if you want, but I think you have better things to do. We are going for drinks. You can join us if you want. We are going for drinks. You can join us if you want. اینجا سیلوی داره به امیلی توضیح میده که ما داریم میریم نوشیدنی بخوریم بعد از قرار کاری که با رندی زیمر داشتن. بنابراین تو هم اگر دوست داشته باشی میتونی ما رو همراهی کنی. میتونیم جمله We are going for drinks. You can join us if you want رو به این صورت هم بیان بکنیم. فرض کنید که من دارم به جایی میرم و از شخصی میخوام که اگر دوست داره من رو همراهی کنه. میتونم بگم I'm going for drinks. You can follow me if you want. Actually, what are you doing tonight? قبل از اینکه شخصی رو برای ناهار یا هر قرار دیگه دعوت بکنیم، میتونیم از برنامه‌اش در روزی که مد نظرمونه یا همون لحظه سوال بکنیم. مثلا مثل اینجا، کمیل به امیلی میگه What are you doing tonight? What are you doing tonight? برنامه‌ت امشب چیه؟ چون میخواد امشب اون رو به گالری خودش دعوت بکنه. فرض کنید که شخصی رو میخواید امشب به قراری دعوت بکنید. پس باید ازش بپرسید What are you doing tonight? What are you doing tonight? یا What are you doing today? What are you doing Tuesday? در همون روزی که میخواییم برنامه‌مون رو بهش پیشنهاد بدیم تا اگر تایمش خالیه پیشنهاد خودمون رو ارائه بدیم. خب بچه ها، حالا بیاید یاد بگیریم که چطور در مورد چیزهایی که بهشون علاقه داریم و یا چیزهایی که بهشون علاقه نداریم و حتی چیزهایی که ازشون متنفریم صحبت کنیم. Anyway, I just wanted to let you know that they loved it. They loved it. They loved it. یا they love it. میتونیم وقتی در مورد چیزی علاقه بسیار زیادی داریم به این صورت بیان کنیم. I love it. I love him. I love her. I love it. به فرم جمله معروفه I love you توجه کنید. این جمله هم تقریبا از همون فرم پیروی میکنه و میگه They loved it. They loved it. وقتی به چیزی علاقه بسیار زیادی داریم با گفتن این جمله میتونیم ابراز کنیم. I love it. I love it. They love it. اما وقتی چیزی رو مقداری کمتر بهش علاقه داریم میتونیم این علاقه رو با like بیان کنیم. مثلا I like it. I like it. و اما وقتی از چیزی نفرت داریم میتونیم از این جمله پیروی کنیم. She hates me. She hates me. She hates me. اینجا امیلی تقریبا از رفتار سختگیرانه رئیسش سیلوی خسته شده و این برداشت رو داره که اون از من متنفره. پس میگه She hates me. She hates me. زمانی که از چیزی تنفر داریم و بسیار بدمون میاد میتونیم از واژه hates استفاده بکنیم. مثلا I hate spiders. I hate spiders. I know. Know what? این جمله‌ای هستن که در این قسمت با استفاده از کلمه know بیان میشن. حالا میخواییم بیایم و کاربردهای این کلمه رو و کاربردهای این جمله ها رو متوجه بشیم تا بتونیم در شرایط مناسب ازشون استفاده بکنیم. She thinks we don't know. Know what? She thinks we don't know. She thinks we don't know. اینجا لوک و جولیان همکارهای امیلی دارن با امیلی در مورد رئیسشون سیلوی صحبت میکنن و در مورد مطلبی که سعی میکنه از اونها مخفی بکنه به امیلی توضیح میدن. پس میگن She thinks we don't know. She thinks we don't know. در واقع اونها با گفتن این جمله میگن که از موضوعی که سیلوی قصد داره ازشون پنهان بکنه مطلع هستن. She thinks we don't know. She thinks we don't know. Know what? Know what? Know what? Know what? امیلی در ادامه اظهار بی اطلاعی میکنه و از اونها میخواد که بهش توضیح بدن چیزی که سیلوی قصد داره از اونها پنهان بکنه چیه. پس میپرسه Know what? Know what? How do you know Zimmer? How do you know Randy Zimmer? How do you know Randy Zimmer? اینجا آنتوان از امیلی سوال میکنه که راندی زیمر رو از چه طریق میشناسه و از چه طریق باهاش آشنا شده. پس میپرسه How do you know Randy Zimmer? How do you know Randy Zimmer? Oh, do you know Randy Zimmer? Do you know Randy Zimmer? Do you know Randy Zimmer? باز همینجا در مورد راندی زیمر از امیلی سوال میشه. کمیل با استفاده از آشناییتی که در محل کارش داره و با افراد مشهور سر و کار داره، یک شخص معروف که اهل شیکاگو هست به اسم راندی زیمر رو میشناسه. و از جایی که امیلی هم اهل شیکاگو هست، از امیلی سوال میکنه که آیا این شخص رو میشناسی؟ Do you know Randy Zimmer? Do you know Randy Zimmer? And I know it was you. 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 اینجا آنتوان داره به امیلی میگه که متوجه شده چه کاری رو انجام داده و در جریانه به نوعی. پس میگه
I know it was you. I know it was you. یکی دیگه از کاربردهای کلمه نو در اینجا هست. Gabrielle? Yes. Do you know him? Do you know him? Do you know him? باز هم اینجا به کاربرد قبلی کلمه نو برمیگردیم، یعنی شناختن شخصی. بنابراین در اینجا میبینیم که کمیل از دوستش امیلی سوال میکنه که آیا گابریل رو میشناسی؟ Do you know him? Do you know him? حالا فرض کنید که اینجا امیلی میخواست از کمیل سوال بکنه که آیا سیلوی رو میشناسی؟ پس میپرسید Do you know her? Do you know her? یکی دیگه از موضوعات پر اهمیتی که باش برخورد میکنیم ماهای مختلف سال هستن. در این قسمت امیلی سعی داره که یک رستوران بسیار مهم رو برای قرار شام رزرو کنه. بنابراین با تاریخ و روزهای ماه سر و کار داره. Yeah, November. 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 در اینجا شخصی که مسئول بررسی رزروهای این رستوران هست به امیلی توضیح میده که در ماه نوامبر میتونه که در واقع میزی رو برای اون رزرو کنه. نوامبر 11th ماه از ماهای میلادی هست. نوامبر. You booked the 8th of November. This is the 11th of August. This is 11th August. This is 11th August. در اینجا میبینیم که مسئول رزرو کردن رستوران به امیلی توضیح میده که تاریخ امروز این هست. 11 آگست. آگست 8th ماه سال میلادی هست. آگست. Wonderful. We'll see you November 8th. We'll see you November 8th. We'll see you November 8th. در اینجا می‌بینیم که شخصی که مسئول رزرو کردن میزها در رستوران هست، به امیلی توضیح میده که میتونیم در این تاریخ شما رو ملاقات کنیم و به عبارت دیگه بهش توضیح میده که در این تاریخ میتونید میزی رو رزرو داشته باشید. به نحوه بیان کردن تاریخ توجه کنید. در قسمت‌های قبلی با اوردینال نامبرز آشنا شدیم. یکی از کاربردهایی که اوردینال نامبرز دارن برای بیان تاریخ هست. برای مثال تاریخ امروز هست 22 مرداد. بنابراین میگیم مرداد 22nd. مرداد 22nd. و یک مثال دیگه در رابطه با تاریخ تولد. My birthday is on July 24th. July 24th. تاریخ‌هایی که در این بخش معرفی کردیم به این شکل نوشته میشن. August 11th. August 11th. November 8th. November 8th. حالا بیایید با ماه‌های دیگه هم آشنا بشیم تا به استفاده از اون بتونیم تاریخ‌های مختلف رو بیان کنیم. حالا می‌خوایم تمام ماه‌های سال رو با تلفظ درستشون از اول یک مرتبه دیگه مرور کنیم. January. January اولین ماه سال. February. February دومین ماه سال میلادی. March. March سومین ماه سال میلادی. April. April چهارمین ماه سال میلادی. و May. May پنجمین ماه از ماه‌های سال میلادی. جون. جون ششمین ماه از سال از تقویم میلادی. جولای. جولای هفتمین ماه از سال میلادی. و ماه بعدی یعنی هشتمین ماه سال هست آگست. آگست سپتامبر. سپتامبر نهمین ماه سال. ماه بعدی یعنی دهمین ماه سال هست اکتبر. اکتبر نوامبر. نوامبر نوامبر 11th ماه از سال هست. و آخرین ماه از ماه‌های سال میلادی هست دسامبر. دسامبر به این مکالمه توجه کنید. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on July 24th. My birthday is on July 24th.
این مکالمه برای سوال و جواب کردن در مورد تاریخ تولد شماست. حالا میخوام تاریخ تولد برادرم رو اعلام بکنم. به این شکل میگم. My brother's birthday is on August 22nd. یا تاریخ تولد مادرم. My mother's birthday is on May 4th. If it's Tuesday, it must be language class. If it's Tuesday, it must be language class. If it's be Tuesday, it must be language class. اینجا امیلی داره در مورد برنامه روز چهارشنبهش به دوستش کمیل توضیح میده و بهش میگه که اگه روز چهارشنبه است من باید به کلاس زبان برم. If it's Tuesday, it must be language class. حالا شما هم میتونید تاریخ کلاس زبانتون رو به همین صورت بیان کنید و برای پشتیبانتون بفرستید. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Happy Tuesday. در اینجا میبینیم که امیلی برای رئیسش سیلوی یک دسته گل تهیه کرده و میخواد بهش تقدیم کنه تا رابطه بین اونا بهتر بشه. بنابراین بهش میگه که Happy Tuesday و گل رو بهش تقدیم میکنه. به جای هیر کلمات دیگه رو هم جایگزین کنیم. مثلا I live in Isfahan now. I live in Iran now. Of course. I grew up watching American TV. با واژه American در قسمت‌های قبلی آشنا شدیم. American TV. اینجا در واقع کمیل داره توضیح میده که با دیدن برنامه‌های آمریکایی بزرگ شده. و در جواب امیلی که ازش سوال میکنه و با تعجب میگه چطور یک فرانسوی هستی با اینکه اینقدر انگلیسی رو خوب صحبت میکنه، میگه I grew up watching American TV. این در واقع به نوعی کاری هست که کمیل میخواد توضیح بده که در واقع قسمت عظیمی از کودکیش رو در حال انجام این کار. بریم سراغ satisfying part یا همون اصطلاحات کاربردی این قسمت که قراره در مکالمه های روزمره برامون کاربردی واقع بشه. Really? 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 اولین اصطلاح یک پرسش هست که برای مطمئن شدن از شنیده هامون میتونیم از طرف مقابل سوال کنیم. فرض کنید که شخص یک جمله تعجب آور به شما میگه و شما برای اینکه مطمئن بشید اون شخص شوخی باهاتون نمیکنه میپرسید Really? Of course you are. Of course. در این قسمت به کرات با این جمله برخورد میکنیم. Of course you are. Yes, of course. این جمله برای تأکید و یا تأیید یک مطلب استفاده میشه. Exactly. Exactly. دقیقاً. این Exactly. تصور کنید که شخصی منظور شما رو از صحبتتون به خوبی متوجه میشه و ازتون سوال میکنه که آیا منظورت همین بود؟ میتونید در جواب بگید Exactly. دقیقاً. Relax. در اینجا میبینیم که کمیل و امیلی در حال صحبت کردن هستن و به امیلی حالت استرسی دست میده و دوستش در جواب بهش میگه Relax. نگران نباش. This was amazing. Amazing. زمانی که از موضوعی شگفت زده میشیم و میخواییم این شگفت زده بودن خودمون رو به شکلی در واقع بروز بدیم که اون چیز فوق‌العاده هست، اون جمله‌ای که شنیدیم یا خبری که شنیدیم یا چیزی که باش روبرو شدیم، پس میگیم This was amazing یا It's amazing. حالا یک نمونه دیگه هم در این قسمت هست که در مورد امیلی صحبت میشه. Emily is amazing. زمانی که امیلی موفق میشه در یک رستوران بسیار معروف فرانسوی یک میز رزرو کنه تا جلسه کاریش رو اونجا برگزار کنه، همکاراش بسیار متعجب میشن و برای تعریف کردن از اون میگن Emily is amazing. خب بچه ها، به پایان این قسمت رسیدیم. امیدوارم که نکات ارائه داده شده براتون
کاربردی و مفید واقع بشه و از دیدن این قسمت هم لذت برده باشید. فراموش نکنید که بعد از اتمام این جلسه یک بار دیگه قسمت اصلی سریال رو مشاهده کنید و تمامی سوالاتی که براتون پیش میاد رو از پشتیبان دورتون بپرسید. همینطور فراموش نکنید که تمرین‌های مربوط به خودتون رو از پشتیبان دوره دریافت کنید و فایل‌های آموزشی رو هم با دقت تمام مشاهده کنید. تا قسمت بعدی اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.